سلام دوستان عزیز، به کانال آلمان نیوز خوش اومدید. امروز میخوایم نگاه کلی به قانون جدید مهاجرت برای نیروی کار متخصص در آلمان بندازیم که از اول ماه مارس 2020 قانون مهاجرت نیروی کار متخصص در آلمان به اجرا در میاد. این قانون با هدف پاسخ به نیاز اقتصاد آلمان به نیروی کار متخصص وضع شده و قرار است طوری جهتگیری شود که بتواند نیازهای ضروری اقتصاد آلمان به نیروی کار متخصص را برطرف سازد. در پایان سال 2019 آلمان در 50 رشته مختلف 1 میلیون نفر کمبود نیروی کار متخصص داشته است. ویزای مهاجرتی به آلمان به عنوان نیروی متخصص 5 زمینه مشخص را شامل می شود. مهاجرت به عنوان نیروی کار متخصص، برای تحصیل در دانشگاه، برای گذراندن 1 دوره آموزش فنی حرفه‌ای، برای تحقیق در زمینه‌های علمی، برای راه‌اندازی 1 کسب آزاد. قوانین موجود در همه زمینه‌های فوق با به اجرا درآمدن قانون جدید مهاجرت نیروی متخصص تغییراتی پیدا کرده است. این تغییرات قرار است در اساس اخذ ویزای مهاجرت را ساده تر و وسیع تر کند. کسانی که از طریق ویزای مهاجرتی در آلمان مشغول به کار می شوند، پس از 4 سال می توانند اقامت نامحدود دریافت کنند. برای متخصصین کامپیوتر داشتن مدرک دانشگاهی الزامی نیست، اما باید 3 سال سابقه کار داشته و قرارداد کاری آنها باید شامل درآمد ماهیانه حداقل 4020 یورو باشد. افراد بالای 45 سال که قصد مهاجرت کاری دارند باید بتوانند 1 قرارداد کاری به حداقل 3685 یورو در ماه ارائه دهند. درخواست ویزا از چه طریقی صورت می‌گیرد؟ قانون جدید مهاجرت آلمان برای نیروی کار متخصص دریافت ویزا را از جمله از 4 طریق مختلف ممکن می سازد. درخواست ویزای کار و اشتغال. با تهیه مدارک لازم درخواست ویزا از طریق سفارت یا نمایندگی آلمان در کشور محل سکونت متقاضی. درخواست ویزا جهت تکمیل دوره‌های کسب صلاحیت برای تکمیل عقب افتادگی و بعد از آن اقدام برای پیدا کردن کار یا ورود به 1 دوره آموزش فنی حرفه‌ای. درخواست ویزا از طریق سفارت یا نمایندگی آلمان در کشور محل سکونت متقاضی. منظور از تکمیل عقب افتادگی همان مدرک تحصیلی یا مدرک زبان می باشد. تهیه ویزای 6 ماهه جستجوی کار. با تهیه مدارک لازم مسافرت به آلمان و تلاش شخص برای پیدا کردن کار. درخواست ویزا از طریق سفارت یا نمایندگی آلمان در کشور محل سکونت متقاضی. درخواست ویزای کار و اشتغال از طریق 1 کارفرما، دانشگاه یا مرکز آموزش فنی حرفه‌ای در آلمان با تهیه مدارک لازم توسط متقاضی. در این روش رسیدگی به درخواست ویزا و صدور آن سریع‌تر انجام می‌شود. در صورتی که کارفرمایی از آلمان برای درخواست ویزا اقدام کند، اداره خارجیان در شهر محل کار مسئول رسیدگی به درخواست ویزا است. نمایندگی‌های رسمی دولت آلمان مانند سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها در کشور محل زندگی متقاضی مسئول رسیدگی به درخواست و صدور ویزا هستند. انواع ویزاهای پیشبینی شده برای مهاجرت به عنوان نیروی کار متخصص. منظور از نیروی متخصص افرادی هستند که یا مدارک تحصیلی دانشگاهی دارند یا افرادی که در 1 زمینه تخصصی مشخص سابقه کار داشته و نیروی متخصص محسوب شده و مدارک لازم در تایید آن را می توانند ارائه دهند. ویزا جهت کار و اشتغال. موضوع اشتغال می تواند هم شامل 1 قرارداد کاری در نزد 1 کارفرما و هم شامل پذیرش برای گذراندن 1 دوره کاری فنی حرفه‌ای باشد. کاری که قرار است انجام شود می تواند هم رابطه مستقیم با مدرک تحصیلی دانشگاهی
یا تخصصی مهاجر داشته باشد. کاری که قرار است انجام شود می تواند هم رابطه مستقیم با مدرک تحصیلی دانشگاهی یا تخصصی مهاجر داشته باشد و هم اگر یک رشته هم خانواده را شامل شود نیز قابل قبول است. کسانی که بتوانند مدارک ارزشیابی شده لازم در تایید متخصص بودن خود را ارائه داده و یک قرارداد کاری یا گواهی موقت برای اشتغال از یک کارفرما در آلمان ارائه دهند می توانند ویزای لازم را درخواست و با اخذ اقامت در آلمان کار و زندگی کنند. در صورتی که ویزا از طریق صاحب کار در آلمان درخواست داده شود، رسیدگی به آن سریع‌تر انجام خواهد شد. ویزا جهت گذراندن دوره آموزش فنی و حرفه‌ای یا آسپیلدونگ یا ادامه تحصیل در دانشگاه. دوره آموزش فنی و حرفه‌ای شامل دوره‌هایی است که عمدتاً 3 سال طول می‌کشد و معمولاً 60% آن کار عملی و بقیه آن آموزش تئوریک است. مانند دبیرستان حرفه‌ای هم باید امتحان کتبی و شفاهی داد و هم امتحان عملی. برای ارائه درخواست ویزا باید از یک مرکز آموزشی گواهی پذیرش تهیه کرد که لازمه آن داشتن شرایط لازم است، از جمله گواهی زبان در حد پایه B2، مدرک تحصیلی برای کلاس 11 یا 12 که در اینجا دیپلم ایران معمولاً برای کلاس 11 آلمان ارزیابی می شود. اما اینکه چه رشته آموزشی چه مدرک تحصیلی را طلب می کند رشته به رشته و همچنین ایالت به ایالت متفاوت است. شرط سنی حد اکثر 25 سال. برخی از رشته ها علاوه بر این شروط تجربه کار یا ارائه گواهی کارآموزی را هم طلب می کنند. تأمین هزینه دوره آموزشی و تعیین هزینه زندگی در طول مدت آموزش نیز به عهده مهاجر است. هزینه رشته های مختلف بسته به موضوع آن و شهر یا ایالتی که آن آموزش در آنجا ارائه می شود متفاوت است. افرادی که با ویزای دانشجویی و جهت ادامه تحصیل وارد آلمان می شوند بر اساس قانون جدید مهاجرت اگر بخواهند می توانند به جای ادامه تحصیل در دانشگاه به ادامه یک دوره آموزش فنی حرفه‌ای مشغول شوند. ویزا برای سفر به آلمان برای جستجوی کار. افراد دارای مدرک سابقه کار تخصصی یا دارندگان مدرک دانشگاهی می توانند با یک ویزا جهت جستجوی کار به مدت 6 ماه وارد آلمان شوند. شرط آن این است که قبلا مدارک خود مبنی بر متخصص بودن را در اداره مربوطه در آلمان ارزشیابی کرده باشند. هزینه های زندگی در مدت 6 ماه زندگی در آلمان به عهده خود آنها خواهد بود. همچنین باید گواهی مدرک زبان آلمانی در حد حداقل پایه B1 را داشته باشند. دارندگان چنین ویزایی می توانند در حد 10 ساعت در هفته در یک محل کار آزمایشی انجام دهند تا هم خود و هم صاحب کار مطمئن شوند که راضی هستند. ویزا جهت گذراندن دوره‌های کسب صلاحیت. منظور از دوره کسب صلاحیت دوره‌های آموزشی تئوریک است که فرد در آنجا به کسب و یادگیری یک موضوع مشغول می‌شود تا بتواند بعد از آن حد نصاب لازم برای احراز یک مدرک لازم برای ورود به دوره‌های آموزش فنی حرفه‌ای یا یک کار مشخص یا ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل را احراز کند. مثلا اگر مدرک تحصیلی یا مدرک زبان آلمانی فرد برای ورود به یک دوره فنی حرفه‌ای یا پذیرش اجازه کار یا پذیرش دانشگاهی کافی نباشد، در این حالت می‌توان ابتدا یک ویزای 18 ماهه دریافت کرد تا بتوان در این مدت در آلمان آن عقب افتادگی را جبران و آن مدرک لازم را اخذ کرد. شرایط برای دریافت چنین ویزایی داشتن مدرک زبان حداقل پایه A2، مدرک ارزشیابی شده در زمینه کار یا دوره آموزش فنی حرفه‌ای یا ادامه تحصیل در دانشگاه. این ویزا می تواند یک بار و حد اکثر برای 6 ماه دیگر تمدید شود. تأمین هزینه های زندگی در این مدت
تماماً به عهده خود مهاجر است. در همه موارد گفته شده، تأمین کامل هزینه زندگی و هزینه های تحصیل، درمان و مسکن در آلمان به عهده مهاجر است. مطالب گفته شده تنها اطلاعات عمومی را در بر می‌گیرد و شما برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با سفارت یا نمایندگی رسمی دولت آلمان در کشور محل سکونت خود میتونید اقدام بکنید. اگر نظر یا سوالی دارید، خوشحال میشیم با ما در میون بذارید. اگر کانال آلمانی نیوز رو هنوز دنبال نمی کنید، میتونید روی سابسکرایب که با رنگ قرمز مشخص شده کلیک کنید و بعد رو زنگوله بزنید. با این کار تمام ویدیوهای ما به اطلاع شما میرسه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.